سلام خدمت شما. امروز میخوام براتون یه غذای خیلی خوشمزه درست کنم برای کشور افغانستان. خودم خیلی دوستش دارم به اسم قابلی پلو. یه چند تا نکته داره که با هم ببینیمش. اول از همه برنج رو خوب پاک میکنم، روی اونا به سرد میریزم تا خیس بخوره. این از این. بریم سراغ پیاز. پوست بگیرید و مثل من این شکلی خلالی بکنید. نگاه کنید. عالیه. انتخابایی که برای گوشت داریم زیادن، مثل رون گوسفندی، ماهیچه گوسفندی یا هر قسمتی از گوشت گوساله. من میخوام از رون گوسفندی استفاده بکنم. روغن میریزم و پیاز رو اضافه میکنم. حدود 15 دقیقه تا این مرحله سرخشون میکنم. حالا گوشت رو اضافه کنید. دوباره یکم مخلوط کنم. بریم سراغ ادویه ها. این زیره سیاهه. هل سبز، ما فقط اون تخمای داخلش رو میخوایم، و هل سیاه، چوب دارچین. عالیه. بریم سراغ آسیاب کردنشون. اینم مغزش رو خالی بکنم. همین دونه ها رو میخوایم فقط. اینم از هل سیاه آسیابش کنم. عالیه. نصفش رو میریزم و نصفش هم نگه میدارم. فلفل سیاه، چوب دارچین. یه 2-3 دقیقه خوب اونا رو مخلوط کنم و حالا آب بریزم روش. آبو که ریختید روش اجازه بدید تا بجوشه. بعد از اینکه جوشید حرارت رو کم کنید، درش رو ببندید تا 2.5 ساعت بپزه. بریم سراغ هویج ها. اونا رو اول پوست بگیرید، سر و تهش رو بگیرید اینجوری از وسط. حالا آروم اونا رو نواری این شکلی قاچ میکنم و چند تاشون رو میذارم رو هم. نگاه کنید دستم رو اینجوری. این اون عبادیه که ما میخوایم. اینه. این هم کشمش پلویی. بریم ببینیم چه خبره. نگاه کنید گوشت به چه مرحله از پخ رسیده. تقریبا کامل پخته. چوب دارچین رو جدا کنم. نمک. حالا هویج رو اضافه میکنم. اینم از کشمش ها یکم مخلوطشون کنم. برای متعادل کردن مزه یک کوچولو شکر هم بهش اضافه میکنم. یه قاشق چای خوری کافیه. عالیه. خب برنجمون که خیس خورده اون آبش رو خالی میکنم و میریزم توی گوشت. آروم 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 یه کوچولو آب میریزم. اجازه میدم تا این آب بپزه و تبخیر بشه. اون بقیه ادویه هرم میریزم روش. حرارت رو کم میکنم تا 40 دقیقه دم بکشه. اینجا رو ببینید. عالیه. چه عطری داره. اینم از بشقاب خوشگل و خوش عطر ما. قیافش رو ببینید چقدر جذابه. اینجا رو ببینید. نکته مثبتی که توی این غذا هست استفاده از ادویه‌های معطر و خوشبو که خیلی کیفیت این غذا رو میبره بالا. امیدوارم که حتما درست بکنید و دوستش داشته باشین. اگر گوشت دوست دارید میتونید با مرغ درست بکنید و اگر گیاهخوار هستید کلا پروتئینش رو حذف بکنید و از این غذای معطر لذت ببرید. البته اصل قابلی پلو همین چیزیه که دیدید با گوشت قرمز. امیدوارم که لذت برده باشید، دوستش داشته باشید. تقدیمش میکنم به همه شما مردم دوستای خوب افغانستانیم. به زودی با یه ویدیو دیگه برمیگردم و همدیگر رو ببینیم. فعلا.